سلام و وقت بخیر. به بخش دوم برنامه آخر خط از نور خوش آمدید. در نخست گزارش برنامه مدعی نشر است. شش سال پیش در 15 عقرب سال 1386 خورشیدی، شش عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان مشمول سید مصطفی کاظمی، صاحب رحمان همت، صبغت الله زکی، انجینیر عبدالمتین، محمد عارف ظریف و نازک میر سرفراز در حمله تروریستی در ولایت بغلان به شهادت رسیدند. مجلس نمایندگان این روز را به نام روز وحدت ملی و شهدای شورای ملی نامگذاری کرده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان در یاد بود از این روز گفت خاموشی حکومت در برابر چنین جنایات باعث شده است تا مخالفان جرأت بیشتر یافته و دست به کشتار بیشتر بزنند. کوتاهی و سکوت ما در برابر ظالمان تیغ ظلم آنها را برانتر، لجاجت و حماقتشان را بیشتر و تداومشان را بر قتل و کشتار، به اسارت کشیدن مردم ما و بالاخره به مخروبه تبدیل نمودن کشور ما چند برابر ساخته است. رئیس مجلس نمایندگان از رئیس جمهور کرزی میخواهد که تا ختم دوره کاریش با عنوان رئیس جمهور در مورد پرونده ترورهای زنجیره‌ای کاری انجام دهد. همچنان معاون مجلس سنا میگوید ده ها پرونده ترورهای زنجیره‌ای مانند پرونده رهبر جاد و مقاومت و شهید صلح استاد برهان الدین ربانی همچنان مسکوت مانده است. وابسان دوسیه های مربوط به شهادت قهرمان ملی و شهید استاد و شهید صلح استاد ربانی پرسش های زیادی را به پاسخ مانده است و هیچ جنایتکار و خائن در پیوند با این قتل های زنجیره‌ای محاکمه نگردیده است. از آدرس مجلس سنای شورای ملی افغانستان می خواهم اعلان بدارم که رسیدگی به دوسیه های این شهدا در امر عدالت و تنفیذ قانون اثر مستقیم داشته. از زعامت دولت جمهوری اسلامی افغانستان جلالت مآب حامد کرزی مصررانه می خواهیم تا قبل از ختم دوره ریاست جمهوری ایشان برای هدر نشدن خون شهدا و بازماندگان و ورثه آنها و ملت افغانستان کاری انجام بدهند. همچنان برخی اعضای مجلس نمایندگان نیز ترورهای زنجیره‌ای را بسته و بیرون از مرزهای افغانستان دانسته و تاکید کردند که رئیس جمهور کرزی برای ایجاد شفافیت پرونده ترورهای زنجیره‌ای را پیگیری کند. در آخرین سال حکومت افغانستان بیا یک شجاعت قهرمانان از خود نشان بده رئیس محترم جمهوری افغانستان که لیست امی دوسیه های این شهدایی که قطار اینجا عکسایشان زدگی است، این دوسیه هایشان باید بازگشایی شود. حداقل با مردم افغانستان و به خانواده های شهدا و با پارلمان افغانستان یک اطمینان داده شود که حکومت افغانستان کار خود انجام داد. ما دشمنای از این کشور را، کسایی که بر رشد از این کشور مخالفت میکنند، زمانی درس داده میتونیم وحدت ملی داشته باشیم، اعتماد ملی داشته باشیم، یک دیگر خود را بپذیریم و مشارکت ملی داشته باشیم. این در حال است که پرونده ترور ده ها شخصیت جهادی و ملی کشور مانند شهید استاد برهان الدین ربانی رهبر جهاد و مقاومت، شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی، شهید محمد داوود داوود، شهید مولانا عبدالرحمن و ده ها پرونده دیگر همچنان مسکوت باقی مانده است. باز هم خوش آمدید. بیننده برنامه آخر خط به گونه زنده از نور رسید. آقای دکتر سید علی کاظمی عضو مجلس نمایندگان و برادر شهید کاظمی در این برنامه با ما هستند. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. قربان شما. آقای دکتر، حالا 6 سال از شهادت شهید کاظمی و همراهانش در حادثه بغلان گذشت. واقعا چی زوایا و ابعاد تازه‌ای از این قضیه واسه اومده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر شما، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز شما. قسمی که شما گفتین 6 سال از این حادثه بسیار خطرناک سپری شد و هر سالی که گذشت فریاد خدا و صدای خدا ما هم از آدرس پارلمان افغانستان و هم از آدرس خانواده شهدا فریاد خدا بیرون کشیدیم. عنوانه حکومت افغانستان چندین بار ما تقاضا کردیم، مصرانه تقاضا کردیم، ولی متاسفانه توجهی صورت نگرفت. حالا چی تعمدی وجود دارد در این رابطه کسی گفته نمیتونه که پشت پرده چه قضیه هست، ولی تا هنوز که هنوز است ما ندانستیم که قضیه چی بوده، ولی
زوایایی وجود داره، زوایایی وجود داره از اول و تا امروز که زوایا تا هنوز لاین حل مانده و مشکوک مانده و هر سالی که میگذره این شک و تردیدها بیشتر میشه و چی خوب است که حکومت افغانستان در این رابطه باید جواب بده. واقعا فکر میکنم آقای کاظمی حالا قضیه با این ابعاد گسترده و ابهاماتی که داره 6 سال است که هنوز هم در حاله از ابهام است. دلیل ازی در کجا است؟ واقعا حکومت است که تحقیق نمیکنه و مسئولین به جزئیات از قضیه نمیرسن و یا هم مسائل دیگری؟ در یک جامعه که مطابق با قانون اگر رفتاری صورت بگیره و در یک جامعه که مردمش مثل افغانستان بعد از سالها تلاش و زحمت و جهاد و مقاومت و خون و قیام و پذیرفتن خطرها و دادن چهره های مثل شهدایی را که در 15 عقرب به شهادت رسیدن و رهبران شهیدی که ما شما داشته مثل استاد ربانی شهید، همه از اینا در راه صلح و در راه ترقی کشور حرکت کردند و آرمانشان هدفشان این بود که در جامعه قانون حکم فرما شود. طبعا در جامعه امروزی افغانستان از اول که انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت حرکت به طرف قانونگرایی به کمک مردم افغانستان صورت گرفت و حکومت افغانستان انتظار امی بود که ممثل اراده مردم افغانستان بوده باشه، ممثل اراده امی شهدا بوده باشه و حکومت به عنوان تمثیل کننده اراده مردم افغانستان یک جواب قانع کننده ای را به مردم افغانستان ارائه نکرد. یه خود ازی باعث ازی میشه که شک و تردیدها روز به روز اضافه شوه و ما هم مطابق با قانون اساسی افغانستان تلاش خود انجام دادیم که خدای نخواسته کدام مشکل دیگه به وجود نیاد که باعث تخریب نظام شوه، باعث تخریش سیستم شوه در داخل افغانستان. تا هنوز ما انتظار داریم از جانب حکومت افغانستان که حداقل یک روشنی در این رابطه بندازه. یعنی در کل فکر میکنین که دلیل مبهم بودن قضیه واقعا همین ضعف و ناتوانی حکومت در کل بوده که مانند دیگر بخش‌ها این قضیه هم به زاویه رفته؟ طبعا ما تا هنوز سالهای را که سپری کردیم یک اراده قوی از آدرس حکومت افغانستان ندیدیم و احساس نکردیم. وقتی که اراده وجود نداشته باشه در رابطه با قضیه مهم این دوسیه های قتل های زنجیره‌ای که این دوسیه ها را بازگشایی نکنه، پس بنابراین اراده در رابطه با نظامداری هم وجود نخواهد داشت، در رابطه با حکومتداری هم اراده ضعیف وجود داره و این اراده ضعیف باعث ازی شده که یک فاصله به وجود بیاد طبعا بین جمع از مردم افغانستان و حکومت افغانستان و همه چیز برمیگرده به اراده قوی. اگر ما سیاست در اختیار مردم قرار میدادیم، اگر دولت در اختیار مردم قرار میدادیم، همیشه ما با مردم سر و کار میداشتیم، ارتباط میداشتیم، ما امروز شاهد این بحران نمیبودیم. بله آقای کاظمی، شما مشاوره کردین که حالا ترور شخصیت های سیاسی و بیشتر البته شخصیت های جهادی، قتل های زنجیره ای نامگذاری شده. به نظر شما هدف در این قتل ها چی است و آیا کسایی که در پشت این قضایا قرار دارن واقعا فکر میکنین که اون هدفی را که داشته باشن بعد سوارده باشن؟ شما میدونید که عمدتاً قتل‌های زنجیره‌ای ارتباط با شخصیت‌های جهادی افغانستان گرفته. رهبران جهادی از ترور استاد ربانی شهید که حساب بکنیم تا ترور احمد شاه مسعود شهید تا ترور کاظمی شهید و همچنان وکلایی که در کنار شهید کاظمی بودن، اینا از چهره‌های جهادی بودن. ترورهای زنجیری دیگه که در یه اواخر اتفاق افتاد عمدتاً اکثراً میشه که به اونا اشاره کرد که اینا چهرهای جهادی بودن، چهرهای نامدار بودن و طبعاً حلقاتی که هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان بود که همین توطئه را اونا به راه انداختن و اگر ما میتونستیم که جلوی این توطئه را بگیریم امروز ما شاهده همچون حادثات دیگه نبودیم. امروز هر روزی که میگذره ما شهید میتیم، هر روزی که میگذره ما قربانی میتیم. شما اشاره کردین که اونا چیزی که ما فهمیدیم که اونا در آرمان خود و به هدف خود رسیدن یا نرسیدن، طبعا به هیچ صورت اونا به هدف خود نائل نمیشن به خاطر ازی که در یک جامعه که هر قدر ما قربانی میتیم، هر قدر ما شهید میتیم و هر قدر ایچه رای
جهادی به شهادت برسن، صدها چهره‌های مثل این شهدا حرکت میکنن از آدرس پوهنتون ها و دانشگاه ها، از آدرس جامعه مدنی، از آدرس احزاب سیاسی، از آدرس مراکزی که هیچ احساس نمیکنه آدم که در مسیر شهدا حرکت میکنه. امروز نه تنها که اونا به هدف خود رسیده همین تروریست ها، بلکه اونا زمینگیر شدن فعلا، اونا فعلا به او اهدافی که داشتن به او اهداف نایل نشدن. امروز آرمان و اهداف شهدا هر روزی که میگذره روشنتر شده میره و هر روزی که میگذره حقانیت شهدا ثابت میشه. بله، شما مشاهده کردین که در قتل‌های زنجیره‌ای و ترورهای زنجیره‌ای بیشتر شخصیت‌های جهادی محور و هدف قرار میگیرن همیشه. واقعا حالا میشه پیش بین بود که پس در پس این قتل‌ها چی کسی و چی جنایتی و چی گروهی قرار داشته باشه؟ به صورت مشخص من نمیتونم که این روشنتر عرض بکنم. این همه مردم افغانستان خوشبختانه میدانن. خوبی است که مردم افغانستان از لحاظ سیاسی یک رشد بسیار قابل ملاحظه کردن و میدانن و میفهمن خوب از بد جدا کرده میتونن چی کسایی که در داخل افغانستان است، چی کسایی که در حالت مهاجرت به سر میبرن. پس بنابراین در داخل نظام قسمی که گفتم که حلقات وجود داره، این حلقات مافیای اقتصاد است، حلقات سیاسی هست و حلقات است که در کوشش میکنه که یک جمع رشد نکنه، یک شخصیت رشد نکنه، یک شخصیت اگر رشد کرد جای باز اونا باقی نمیمونه. ما تلاش کردیم متاسفانه زیر پای همدیگر خالی بکنیم، ما تلاش کردیم به اساس قوم و به اساس سمت و به اساس نژاد همدیگر محکوم بکنیم، بالاخره تصمیم حذف یک تعداد افراد و اشخاص گرفته شد. در صورتی که اونا وقتی که به این نتیجه میرسند که یک تعداد افراد و شخصیت ها حذف شود، جای به زنام باقی نمیمونه، یعنی جایگاه زنام ضعیفتر میشه، یعنی در انظار مردم اونا ضعیف جلوه میکنن، چنانچه که امیال امروطوری شده. هر قدر بعد از اون ما کوشش بکنیم که نه، ما همی چوکی رو نگاه میکنیم، ما همی مقام رو نگاه میکنیم، ما همی جایگاه رو نگاه میکنیم، از نظر مردم اونا در حاشیه قرار گرفتن، امیال فعلا در حاشیه قرار گرفتن، بر صورت اونا به این صورت به اهداف خود نائل نشدن و حلقاتی که پشت پرده این حادثه بودن هر روزی که میگذره روشنتر میشن. بله آقای کاظمی، حالا بله حوزه هدفی در حادثه بغلان در کنار شهید کاظمی دیگر وکلا هم به شهادت رسیدن. حالا یک پرسش جدی این است که واقعا در این قضیه هدف همین وکلایی که اونجا رفته بودن در کل وکلا بوده و یا هم بیشتر هدف محور شهید کاظمی بوده؟ طبعا اهداف یک از اهداف عمده و اصلیشون شهید کاظمی بود، به خاطر از اینکه شما میدونید که شهید کاظمی در کارنامه درخشانی که داشت و داره، چی در دوران جهاد، چی در دوران مقاومت، چی در دوران سازندگی، یک کارنامه بسیار درخشان و پاک از خود به جای گذاشت و به عنوان یک چهره از جمله چهره های محبوبی که در داخل افغانستان رشد بسیار قابل ملاحظه کرد شهید کاظمی بود، هم در سیاست و هم در اقتصاد و هم در کارهای اجتماعی و هم در کارهای فرهنگی. دشمنی یک تعداد حلقات با شهید کاظمی که بود در این اواخر بسیار رشد چشمگیر کرد. یک کسی آمد گفت که از این نام خوشم نمیاد، یک کسی آمد یا یک مجموعه آمد که از این کار کرده از این آدم خوشم نمیاد، یک کسی آمد که چطوری یک آدم جهادی دوران جهاد خود در مناطق مختلف سپری کرده و نام بعدم از خود به یادگار نگذاشته، یک اعتقاد بسیار خوب داره، آدم مسلمان است، آدم نمازخوان است و آدم معتقد است و آدمی که از آرمان مردم افغانستان دفاع میکنه. چطور ای بیای اینقدر خوشنام باشه، چطور ای بیای در کنار دیگه شخصیت هایی که ما داشتیم یک قامت با قامت استوار حرکت بکنه. و افراد و اشخاص آمدن، بالاخره توطئه‌ای که چیدن، ای افراد اشخاص یک جای آمدن تصمیم گرفتن، یک کسی آمدن که همین آدم اگه نباشه ما بسیار خوشحال هستم، یک کسی آمد مستقیم دشمنی را با خود شروع کرد، یک کسی که آمد یک مجموعه آمد در قسمت ترورش اقدام کرد. پس بنابراین ای عوامل باعث ازی شد که نسبت سه هم بتا ای عوامل باعث ای شهادت ایشان شد. از جانب دیگه هم از لحاظ سیاسی اونا پیشرفتهایی داشت، در این نقطه هم دشمنهایی داشت که در مقابلش قد علم کرد، اما از لحاظ اقتصادی به ویژه خصوصا در
دوران وزارت تجارت یک کارنامه درخشان از خود به یادگار گذاشت. وقتی که در پارلمان افغانستان آمد در کمیسیون اقتصادی که نه به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی، اینجا با مافیای اقتصادی استاد شد در مقابلش. مثلا سفر اخیری که داشت در ولایت هرات، دوستای ما در کنارش بودن و در ولایت هرات سفر داشتن، بسیار مؤثر تمام شد و بسیار نتیجه بخش بود این سفرش. و امروز هم خانواده شهید ظریف یک مجلس گرفته بودن، اونجا تاجرام حضور داشت و همکارای شهید کاظمی که دوران وزارت تجارت و در دوران کمیسیون اقتصادی که باش همکاری متقابل داشت، اونا هم حضور داشتند. اونجا صحبت‌های زیاد شد، ما هم این صحبت‌ها را کردیم. پس بنابراین یکی از حرکت‌هایی که اونا انجام داد یک حرکت اقتصادی بود، گفته خودش که باید در دسترخان مردم تغییر ایجاد شود. این تغییر ایجاد شدن در دسترخان مردم از خود یک مطالعه می‌خواهد و از خود یک کار می‌خواهد و از خود یک تلاش می‌خواهد. چطور ما بتونیم در دسترخان مردم تغییر ایجاد بکنیم؟ چطور اصل از مبدا یک کار را شروع بکنیم که او کار ما باعث تغییر در دسترخان اونمو فامیل بی‌بضاعت شود که در دورترین نقطه افغانستان زندگی می‌کند. پس طبعا یک تعداد افراد و اشخاصی بود که در اینجا منافع خود میدید که در دسترخان مردم تغییر ایجاد نشود، در دسترخان ما تغییر ایجاد شود. دسترخان ما رنگین بوده باشد، دسترخان این خانواده ای که شهید کاظمی میگه او باید با نمیتوری. بله. و بالاخره مردم به یک طرفی روی بیاره که اونو مثل معروفه که داره ما شما که زنده ماندن گوشت رو حرام خوردن. پس بنابراین اون مردم مجبور نشود که بره به طرف یک دیگه، به خارج سفر بکنه، با آبها غرق شود، جوانا بیکار بمانه، وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر شود. پس یک طرف بویه که از غنامندی و از سیری او زندگی مرفه داشته باشه، و از جانب دیگه یک تعداد افراد و اشخاص فامیل ها و خانواده هایی بوده باشه که از گشنگی اونا نتونن که روزگار خود بچرخونن. پس بنابراین تصمیم از اونا امی بود که کارخانه های عامل منفع مثل کارخانه سمت بغلان که فایدهش به مردم افغانستان باید برگرده، همین کارخانه از جمله کارخانه های است مثل کارخانه نساجی گلبهار، نساجی بگرامی، کارخانه های عامل منفعی که در سطح افغانستان داریم که همین ها دقیقا بررسی شود که گره کار در کجا است، مشکل کار در کجا است، چرا مردم نتیجه شما نمیده. ما که در کمیسیون اقتصاد هستیم، ما که رئیس کمیسیون اقتصاد ملی هستم، ما چرا احساس نمیکنم نتایج این چرا یعنی کار کرده یعنی فابریکه. پس بنابراین در این نقطه میتونه که یکی از مشکلات و یکی از دشمنی هایی که به وجود آمد از آدرس مافیای اقتصادی بوده. بله، با این حال پس میشه گفت که قضیه ترور شهید کاظمی و همراهانش بیشتر عوامل داخلی داشته تا بیرونی. حالا تا کنون هم که 6 سال میگذره جناح و گروه مسئولیت این ترور و این قضیه را به عهده نگرفته. بله طبعا سنگینی کار و سنگینی این توطئه عمدتاً در داخل افغانستان بوده و طرح‌هایی که ریخته شده از همینجا بوده، ولی عوامل خارجی هم در اینجا دخیل بوده. پس بنابراین وقتی که در داخل افغانستان یک توطئه ریخته شوه، عوامل خارجی خودشان خوشحال هستند که بسیار خوب است که این توطئه از جانب خود افغان‌ها صورت میگیره، این توطئه از آدرس کسایی صورت میگیره که این خودش افغان است، خودش کسی است که ارتباط به عنوان افغان با اینا داره. حلقات خارجی هم طبعا نقش بسیار پررنگ خود در این توطئه داشتن که ما پسانه‌ها در جیران قرار گرفتیم که توطئه بسیار کلان وجود داشته در این حادثه، هم از جانب حلقات داخل افغانستان و هم از جانب حلقات بیرون از افغانستان. قسمی که شما اشاره کردید من بازم تکرار میکنم و میگم بخدا که حکومت افغانستان میتونست این قضیه رو روشن بکنه. شما به یاد دارین که بعد از ترور قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود، آغاز ترورهای زنجیره‌ای سال 86 شروع شد. اگر من اشتباه بگویم که میتونین شما اصلاح بکنین، آغاز ترورهای زنجیره‌ای سال 86 شروع شد. اگر دونون وقت من بشه در اینجا بسیار با صراحت خدمت شما بگم، خدمت هموطنان عزیز ما در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان بگم و ایره گوشزد بکنم به حکومت افغانستان،
اگر ما در اونمو دوران جلوی این حادثه را می گرفتیم یا روشن می کردیم، بعد از حادثه دوسیه را بازگشایی می کردیم، دشمنان مردم افغانستان خود جمع میکردن. فکر میکنین واقعا چرا حالا شما مشوره کردین که دولت میتونست واقعا جلوگیری کنه از تداوم این روند، پس چرا چنین کار انجام داد؟ واقعا دولت پیش بین نبود که این سلسله جریان داره و ادامه پیدا میکنه و یا هم باز هم تعلل و این ضعف و ناکامی مطرح بوده؟ حکومت متاسفانه از یک طرف احساس مسئولیت نکرد و از جانب دیگه بسیار بی‌توجهی از خود نشان داد. و امور پیشتر که با شما گفتم که یک اراده قوی وجود نداشت در این رابطه. وقتی که بی‌توجهی به وجود آمد، گفتن که یک حادثه بوده و خود طبعا شک و تردیدهای را به وجود آورد، هم از جانب خانواده های شهدا و هم از جانب مردم افغانستان. خوب بیاد دارم که در دور 15 جناب قانونی صاحب رئیس پارلمان افغانستان بود، وقتی که از اونا سوال کردیم که علاوه حکومت که نکرد، خب شما چرا این کار انجام ندادین؟ اونا با ما گفتن و هیئتی که از جانب پارلمان افغانستان تعیین شده بود برای بررسی این دوسیه، هیئتی از جانب خانواده های شهدا هم تعیین شده بود برای بررسی این دوسیه، و همچنان هیئتی از جانب حکومت افغانستان توظیف شد برای بررسی این دوسیه. این نتایج این دوسیه ها، نتایج این بررسی ها رفت در اختیار حکومت افغانستان قرار گرفت. حکومت مطابق با قانون اساسی افغانستان اجراءات اونا به عهده داره. پس بنابراین اونا از پارلمان افغانستان و خصوصا هیئت اداری دوره 15 با ما گفتن که مسئولیت ما فرستادیم در اختیار حکومت افغانستان قرار دادیم. حالا مسئولیت به حکومت برمیگرده. پس خوب بیادم از که در او دوران حکومت اعلان کرد که خب بررسی ها ادامه داره و والی وقت بغلان آمد عوضی که محاکمه شود در بدل 500,000 افغانی رهایی پیدا کرد، این تبرعه شد. پس بنابراین در او داره وقتی که والی تبرعه پیدا کرد، از او که در خوبتر حکومت افغانستان برایش کار دیگه داد، یک مسئولیت دیگه داد در یک ولایت دیگه. و وقتی که ما با کسایی که غفلت وظیفه ای کرده، خب شما معلوم است که حقوق دانای محترم و حتما توجه داره، کسی که با غفلت وظیفه ای بکنه و خودش جرم پنداشته میشه اگر من اشتباه نکرده باشم. وقتی که کسایی که با غفلت وظیفه ای متهم بوده، کسایی که به صورت مستقیم متهم بوده و پسانتر اعلان شد که یک تعداد بندی شده و یک تعداد دیگری ها شده، یک تعداد دیگری جریمه شده و خلاص. بس پس بنابراین این اراده متاسفانه ضعیفتر وجود داشت از جانب حکومت افغانستان که امروز ما شاهد بی‌باوری هستیم. بله آقای کاظم، اگر خیلی کوتاه اشاره کنید در بخش، واقعا وقتی که والی به دلیل تعلل وظیفه‌ای برکنار میشه، باز در بدل 500 افغانی رها میشه، آیا این موارد و موارد دیگری که پیشتر هم اشاره کردن واقعا میتونه دلایل و شواهد روشنی باشه که دست کم ابراز نظر صورت گیره که کی مشخصا در این قضیه دست داره؟ ما امروز هم از جای شنیدم که عوامل مستقیمی که در این حادثه دست داشت در همون وقت معلوم بود، در همون وقت شناسایی شده بود. ما خوب بیادم است که در او دوران، حتما در ذهن شما و خدمت در ذهن بیننده های عزیز شما هم است که در او دوران جناب آقای مقبل وزیر داخله بود، آقای امرالله صالح رئیس امنیت ملی بود و آقای اسحاق زی والی ولایت بغلان بود. در خصوصا در وزارت داخله و در ولایت بغلان مکتوب رسمی داده شده بود از جانب خود کمیسیون اقتصاد ملی. در وزارت داخله عنوانی والی ولایت بغلان، همچنان والی ولایت قندوز که بعدا اونا میخواستن سفر بکنن در ولایت قندوز. پس اونا 15 روز پیش در جیران قرار گرفته بودن و مکتوب رسمی برشان روان شده بود. و از جانب دیگه وقتی که حادثه اتفاق افتاد، من خودم شخصا در ریاست امنیت ملی مراجعه کردم، در اونجا مطرح کردم امیگاپا. ایشان ایگاپا مطرح کرد که
یک تعداد قاتلین شناسایی شده، یک تعداد کسایی که شناسایی شده اونا در میرانشاه پاکستان فرار کرده و کسایی که در میرانشاه پاکستان بوده از اونا استقبال کرده، فعلا در اختیار از اونا است، از اختیار ما خارج است. ایگا حتما در ذهن دوستا هست که ایگا پا خودم اونجا حضور داشتم که مطرح شد. پس بنابراین اینی عوامل باعث عظیم میشه که شک و تردیدا بیشتر شوه و زیادتر شوه و خود رئیس محترم جمهور افغانستان اگر یک اراده قوی از خود نشان میداد میتونست که فرمان بده به وزارت داخله، فرمان بده به ریاست محترم امنیت ملی و همچنان فرمان بده به والی به ولایت بغلان که این حادثات رو میتونستن به زودترین وقت اونا روشن بکنن. تا اون وقت هم امروز قسمی که با شما گفتم که امروز که شنیدم گفتن که یک منبع معتبر که در او دوران امی عاملین شناسایی شده بود و برخورد بسیار سختگیرانه با اونا صورت نگرفت. اینال یک تعداد افراد و اشخاص هست که امیال در ارگانهای حکومتی، در ارگانهای دولتی کار میکنه و طبعا رابطهشان با بیرون از کشورم بسیار خوب است و وقتی که اراده نباشه، وقتی که قانونگریزی وجود داشته باشه، کسی نمیتونه از اونا سوال بکنه. خیلی سپاس. پس از وقفه کوتاه این برنامه همچنان ادامه دارد. سلام مجدد، به ادامه برنامه خوش آمدید. آقای کاظمی، پیشتر هرچند اشاره کردین که واقعا دولت حالا به هر دلیلی که بوده تاکنون آنگونه که توقع میره پیگیری نکرده این پرونده ها را، بخصوص پرونده شهید کاظمی را. آیا دست کم رفت مسئولیت کرده که پرونده ای باز کرده باشه و حتی وعده بده که در جریان است پیگیری این قضایا؟ نه خیر، این ما انتظار بسیار زیاد داشتیم از آدرس حکومت که به ما بگویه، مطرح بکنه که چند نفر گرفتار شده، کیا گرفتار شده، کیا به پنجه قانون سپرده شده، کیا جریمه نقدی شده و از خود ولایت سرنوشت والی چه شد. و این ما از طریق رسانه ها شنیدیم، که والی در بدل 500,000 افغانی جریمه شده و یک تعداد افراد اشخاص دیگه بندی شده. دوباره باز ما شنیدیم که همون کسایی را که نام گرفته بودن اونا یا یک تعدادشان بندی نشده، زندانی نشده بودن، یک تعداد دیگهشان با عفو و ایگاپا برابر شده. پس بنابراین این پرونده یا دوسیه را به یک شکل اونا یک دوره ماشین دیدیم که مختومه اعلان کردن و این مختومه اعلان کردن پرونده یا دوسیه بدون از این که رضایت خانواده های شهدا، رضایت مردم، رضایت جوان ها، رضایت پارلمان افغانستان گرفته شده، وقتی که او را مختومه اعلان میکنه دوباره یک شک ایجاد میشه. یعنی خود ما شخصا مجموعی که ما بودیم یک شک بین ما ایجاد شد که کجا آغاز شده بود که الان امروز مختومه اعلان میشه. آغازش در کجا بود و پایانش در کجاست؟ آیا نتیجه ازی چی شد؟ حالا فکر می‌کنم دلیل از این چیه که وقتی که مختومه اعلان میکنن به دلیل ابهامات و هم مبهم بودن این قضیه است و یا هم واقعا در همین جا که شما اشاره کردین ختم میشه؟ نه، اونا گفتن که یک حادثه تروریستی بوده و یک فهم اکتناد افراد و اشخاص آمده و دست به توطئه زدن، و در صورتی که در ذهن شما هست که در اون دوران طالبان هم مسئولیت نگرفته بودن. قطعاً بله، طالبان هم هنوز اظهار تاسف کردن که ما قطعاً در این حادثه دخیل نبودیم. پس اونا هم که وقتی که رد میکنن و از جانب دیگه کدام گروه تروریستی دیگه هم وجود نداشته، حکومت افغانستان هم میگه که گروه تروریستی آمده، یک حمله انتحاری بوده، یک حمله تروریستی بوده. خود تروریستی در کجا، یعنی از کجا آغاز شد و در کجا این پلان ریخته شد؟ و بالاخره وقتی که شما دوسیه را مختومه اعلان میکنین، در جریان بررسی چی به دست شما آمد؟ حالا چی رو میخواین شما ارائه بکنین در برای عنوانی خانواده های شهدا، عنوانی مردم افغانستان؟ پس بنابراین آدم احساس میکنه که تعمدی در کار بوده و از طرف دیگه توطئه در کار بوده و اراده قوی وجود نداشته
و این کلش باعث از این میشه که یک تار بگیری جر بندازی سرش هم نامعلوم بکنی باز بویه که اینو خوب تار جر شد والا این باز شدن از بسیار سخت است یک گره بسیار سخت وجود داره ما هم نمیتونیم یک نکته دیگه که وجود داره حالا حکومت افغانستان نه میگه که من نمیتونم و اعلان نمیکنه که این بسیار سخت است فرموده پیشتر شما بسیار مشکل است ما نمیتونیم و از جانب دیگه نمیگه که ما میتونیم این دوسیه رو بررسی بکنیم حداقل یک روشنی بندازیم و در این وسط مردم در یک تاریکی قرار گرفته کدام طرف ما بریم حالا این مختومه بودن قبول بکنیم آیا این حادثه‌ای که اتفاق افتاد خود در یک دیار دیگه اتفاق نفتاده که خارج از مرزهای افغانستان بوده باشه و که والا باز بام پیش خود بگیم که حکومت مقصر نیست و مقصر او حکومتی است که در خاک ازوی حادثه اتفاق افتاد بله آقای کاظمی حالا وقتی که مثلا حکومت یا دولت افغانستان میگه که یک قضیه تروریستی بوده و یا هم ابهامات و زوایای گنگ دیگری در قضیه وجود داره که پیگیری از او مشکل است واقعا دلایل و توجیهات معقول دارن بر مبنای این گفته هایشان که دست کم شما را قناعت بدهند نه خیر به این صورت دلایل قانع کننده وجود نداره ما بازم تکرار میکنم که بیشتر قبل از اینکه برنامه شروع شود ما خدمت شما گفتم که در قرآن یک آیه داریم ما که خدا در قرآن میگه که به ای ذنب قتلت پس بنابراین همینا گناهشان چی بود ما اینو میخوایم خدمت شما یک کوتاه مختصر عرض بکنم از کارنامه ای از اینا در یک بخش اقتصادی خود شهید کاظمی در دوران وزارت تجارت یک به عنوان یک وزیر نمونه شناخته شد و به وزیر سیبای دیگه بار نخوره که ما نمونه نیستیم چطور اونا رو شما نمونه اعلان میکنیم پس یک چهره که هم در جهاد موفق بود هم در مقاومت موفق بود هم در دوران سازندگی موفق بود که اینا تحصیلات در رشته اقتصاد نداشت و در حوزه اجتماعی تحصیلات عالی داشتن پس چطور یک حرکت از خود نشان میده که اقتصاد مملکت زنده میسازه اقتصاد مملکت کوشش میکنه که پویا شود و برنامه های بسیار مدعوان را مطرح میکنه که هم مشاورینی که در امریکا و در اروپا و در ایران و پاکستان تحصیل کرده اینا میه با اینا همکاری خود اعلان میکنه و از جانب دیگه دونرهایی که در او دوران بودن که علاقه داشتن که به اقتصاد افغانستان کمک کننده بوده باشه اینا میه که امی حرکت باید از یک مسیر ادامه پیدا بکنه در جهت رشد اقتصاد کشور این اقتصاد کشور باید پویاتر بوده باشه در این کلیپایی که از خود شهید کاظمی هست در رابطه با کشت بدیل در رابطه با رشد اقتصاد در رابطه با کوکناری که در زمین ها کشت میشه دهقانایی که از مجبوری روی میاره در اونا برنامه ریخته بود شهید کاظمی هم در دهقان و هم در کارفرما و هم در به حکومت افغانستان پیشنهادات بسیار مدعوانی داشت یکی از گپایش این بود که تا ما اگر نتانیم در دسترخوان مردم تغییر ایجاد بکنیم در اقتصاد مردم یک تحول روی نیاریم ما نمیتونیم که در سیاست پیش قدم بوده باشیم در صلح پیش قدم بوده باشیم در آرامش پیش قدم بوده باشیم در ثبات پیش قدم بوده باشیم پس بنابراین این عوامل میخواست یک جای بسازه هم در رابطه با پروگرام و برنامه صلح و هم در رابطه با آوردن امنیت و ثبات داخل افغانستان و هم در سیاست و هم در اقتصاد و هم در فعالیت‌های علمی و فرهنگی جوانا در ذهن خود دارن پس بنابراین عوامل مختلف اونا میخواستن یک جای بسازن این عوامل باعث رشد اقتصاد کشور از یک طرف و آوردن ثبات و امنیت در داخل افغانستان از یک طرف میشد پس بنابراین وقتی که اینا پاک کار کردن وقتی که اینا شفاف کار کردن وقتی که اینا میخواستن که در افغانستان یک نظامی به وجود بیاد که این نظام تمثیل کننده اراده مردم افغانستان هم از نظر اقتصاد و هم از نظر ثبات و امنیت و هم از نظر اجتماع که مردم خود شریک حکومت حساب بکنن مردم خود شریک دولت حساب بکنن
و این دولت هم دولت پاسخگو بوده باشه که وزارت تجارت جزء دولت است، باید پاسخگو بوده باشه و با اونم دیدگاه اینا مورد بی‌مهری قرار گرفت که دو دوران از وزارت تجارت کنار زده شد و وقتی با مو برنامه دوباره اینا آمدن در کمیسیون اقتصاد ملی. پس بنابراین در کمیسیون اقتصاد ملی با وجودی که از حکومت یک مقدار دلخور بود ولی باز هم به نفع حکومت کار کرد، یعنی به نفع نظام کار کرد، به نفع دولت و به نفع مردم کار خود آغاز کرد. هیچ وقت شما اما ما شما در ذهن خود داریم، چندین بار خود ایشان گفته بود شهید کاظمی که ما برنامه نداریم که در ضد نظام بوده باشه، ما پروگرام نداریم که نظام تخریب شود، ما برنامه و پروگرام به هیچ صورت نداریم که رئیس محترم جمهور افغانستان تخریب شود و علیه از اونا ما قرار بگیریم، در یک جبهه ما قرار بگیریم، در یک جبهه دیگه اونا را قرار بدیم. به هیچ صورت ما میخوایم اصلاحات بیاید کشور. وقتی که یک آدمی که میخواد اصلاحات بیاید کشور، جرمش چی است؟ یعنی چرا او آدم از صحنه برداشته شود؟ چرا نباشه؟ در صورتی که در دوران اداره موقت یا قبل از شکلگیری اداره موقت یکی از کسانی که بسیار کمک کرد رئیس محترم جمهور کمیال در ذهنش است که اونام شاید بشنوه میگه شهید کاظمی بود و وقتی که اونا جرم نداشتن، معصیتی را مرتکب نشده بودن و گناهی را مرتکب نشده بودن، اونا کشتنشان یا شهید کردنشان به هیچ صورت به صلاح نبود. دو مقوله را آدم میتونه اینجا مطرح بکنه که اونا را به عنوان مجرم قلمداد بکنه، یا کسی که مستقیم به جرم دست داره و یا کسی که غفلت وظیفه‌ای میکنه. جرم بسیار کلانی را کسای مرتکب شد که به صورت مستقیم دست داشت، این توطئه را اونا آغاز کردن و از جانب دیگه کسایی که غفلت وظیفه‌ای کردن اونا هم مجرم هستن، اونا هم به عنوان مجرم قلمداد میشن از نظر مردم افغانستان و از نظر مایی که شاید اشتباه کرده باشم، ولی دمی نتیجه ما رسیدیم که دو گروه در اینجا بسیار بی‌توجهی کردن. گروه اصلی که حکومت افغانستان است که از خود یک اراده ضعیف نشان داد، از خود بی‌توجهی نشان داد و از جانب دیگه مجرمین اصلی کسایی بودند که به صورت مستقیم به این حادثه دست داشتن. و من فکر میکنم که هر سالی که تیر میگذره و هر روزی که میگذره و هر ماه و هر هفتهی که میگذره، امور که میگه که آفتاب به دو انگشت پنهان نمیشه، امون مقوله واقعیتش اموتری است. اینا در راه خدا حرکت کردن و در راه خواسته های مردم حرکت کردن و با خدای خودشان تعهد کرده بودن و با مردمشان تعهد کردن، بالاخره با اون تعهد خود استاد شدن. و ما فکر میکنم کدام جرم اونا مرتکب نشده بودن که امروز ما بترسیم بگیم که ولی اونا آدم های مجرم بودن، ما نه به مسیرشان حرکت میکنیم، نه نامشان میگیریم، نه یادشان گرامی میداریم و نه او برنامه را که اونا ترتیب داده بودن به او برنامه را میخواییم بهش عمل بکنیم، به خاطر از اینکه اونا مجرم بودن. به هیچ صورت اونا مجرم نبودن، به هیچ صورت اونا معصیت را مرتکب نشده بودن. اینه ما به عنوان یک افغان، به عنوان یک مسلمان، اینه بر خود یک دین میدانیم، بر خود یک دین میدانیم که ما پیشنهاد میکنم از طریق رسانه معتبر شما خدمت هموطنای عزیز ما و اقشار مختلف مردم که در این رابطه قدم های استواری را بردارن که خیر در اینمی نقطه نهفته است، خیر مردم افغانستان در همین نقطه نهفته است. ما برنامه‌ای را پیش خود بگیریم، پروگرام‌هایی را پیش خود مطرح بکنیم که انشاءالله خیر و صلاح و فلاح مردم افغانستان در اینجا نهفته باشد. خیلی سپاس. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاهی. در اون سوال هایی که تازه اتفاق با معذرت از پیش شدن مشکل تکنیکی آقای کاظمی، میشه گرفتون ادامه بتین و با این پرسش که حالا پیشتر هم خیلی گزارا اشاره کردن که پارلمان افغانستان شهید کاظمی واقعا عضو پارلمان افغانستان بود و همراهانش، پارلمان افغانستان چقدر واقعا برای پیگیری پرونده تروریست شهید کاظمی رفع مسئولیت کرده؟ در اون دوران خوب است که هیئت اداری پارلمان، وقت پارلمان دوره 15 هم خوشبختانه اقتدارشان دوباره وکیل شدن و داخل پارلمان فعلی هستند.
اونا هم به نوبه خود گفتن که ما تلاش خود انجام دادیم و خوب در ذهن ماست که رئیس محترم پارلمان در او دوران مطرح کرد که تا زمانی که اگر این پرونده یا این دوسیه باز نشود، بازگشایی نشود، تعقیب نشود، ما انمیال پارلمان پروگرامواش با آلت تعلیق در میارم. چیزی که چیزی هست که در او دوران مطرح شد، خود رئیس محترم پارلمان، پارلمان دوره 15 جناب قانونی سر میره با ما مطرح کرد و در او دوران بازم همین یک حرکت فشار آغاز شد. حرکت فشار آغاز شد که خب پارلمان اگر بانه نمانه یا پروگرامواش اگر ادامه پیدا بکنه یا نکنه، این اخطارها هم فایده نکرد روی از اونا. ولی پارلمان مطرح کرد که ما کار خود انجام دادیم، قسمی که پیشتر با شما گفتم که اشتراعات در اختیار حکومت افغانستان است و وقتی حکومت افغانستان به توجهی بکنه ما بیشتر از این کار کرده نمیتونیم. سپاسگزار. پس از وقفه کوتاه این برنامه همچنان ادامه دارد. باز هم خوش آمدید بیننده برنامه آخر خط با گونه زنده از نو رسید. آقای کاظمی، حالا در نهایتش وقتی که هیچ گروهی مسئولیت حادثه بغلان و ترور شهید کاظمی و همراهانش به عهده نگرفته، گروه طالبان و حزب اسلامی و دیگر گروه هایی که وجود داره، حکومت افغانستان هم شما اشاره کردین که واقعا اونگونه که توقع میرفت این قضایا را و به گونه جدی پیگیری نکرده. پس در نهایت حالا حل این تردیدها را در کجا باید جستجو کرد؟ ما دیروز به صورت رسمی پیشنهاد کردیم از آدرس پارلمان افغانستان که رئیس محترم جمهور افغانستان به حرکت ماندگار و حرکت قهرمانانه و یک حرکت بی‌بدیل از خود نشان بده، چون به خاطر از اینکه چند ماهی بیشتر نمانده از عمر حکومت فعلی. انتخابات طبعا برگزار خواهد شد. مردم افغانستان هم انتخابات میخواهن، مردم افغانستان تغییر میخواهن و خوشبختانه اقشار مختلف مردم افغانستان خواستار برگزاری انتخابات شفاف است و جامعه بین المللی هم تأکید شامی است که باید انتخابات برگزار شد. ما به صورت رسمی پیشنهاد کردیم عنوانی حکومت افغانستان و شخص رئیس محترم جمهور که این پرونده را باید بررسی بکنه، به خاطر از اینکه خوب قدرت هم میگذره، روزگار هم در گذشت است، در گذار است و این دولت هم طبعا دولت جدیدی به وجود خواهد آمد از طریق رای مردم افغانستان و این را باید اونا میتونن بررسی بکنن، به خاطر از اینکه اونا بعد از ختم ریاست جمهوریشان میخواین در کنار مردم افغانستان بمانن و خوب است که قصر بسیار خوب هم برای خودشان ساخته شده و قصد زندگی کردن داره. ما هم علاقمند هستیم که رئیس محترم جمهور به عنوان یک شخصیت معزز و یک شخصیت که کار کرد با نفع مردم افغانستان، بالاتر از 12 سال حکومت کرد، در کنار مردم افغانستان بود و بیاید در امی مورد امی دوسیه را بررسی بکنه، نامش به خط زرین و تاریخ قطور افغانستان ثبت خواهد شد. در همین مورد، در همین مورد ما خواستار از همین گپ شدیم، ولی این بازم در اختیار رئیس محترم جمهور افغانستان است که آیا همین توانایی یا همین اراده قوی را از خود نشان میده یا نمیده. ما بازم این نکته را روشنی میندازم که اگر این دوسیه بازگشایی نشود، طبعا این دوسیه باید محول شود به حکومت بعدی که روی کار میاد. پس بنابراین چی خوب است که رئیس محترم جمهور، ما بازم تکرار میکنم که شاید اتحاد دوستا با ما بگه که تو قدر اپوزیسیون بودی، یک دفعه چطور رئیس محترم جمهور میگه. ما همیشه اپوزیسیون اصلاح طلب بودیم، همیشه اصلاحات میخواستیم و حالا هم اصلاحات میخواییم
بازم عنوانی خودشان خطاب میکنم که اگر این دوسیه بازگشایی شود، اگر این دوسیه کارش آغاز شود، اگر این دوسیه بهش روشنی انداخته شود، این به نفع خود رئیس جمهور است، به نفع خود حکومت افغانستان است. به خاطر چی؟ به خاطر که اونم حلقات بیشتر به شما گفتم، این حلقات روشن میشه، نامشان میبره، اشخاص و افراد اینا معرفی میشه، ارگانهای مختلف و حلقات مختلف، حلقات داخلی، حلقات خارجی کیها بودن. اصلا میتونه رئیس جمهور یک کمیسیون ترتیب بده، کمیسیون وظیفه بده. این کمیسیون ما امیال نقل میتونم برش که این کمیسیون یا یک نماینده داشته باشه از وزارتهای امنیتی، از سکتورهای امنیتی و همچنان از پارلمان افغانستان و همچنان از خانواده های شهدا. اگه خانواده های شهدا اونجا حضوری رسمی تر هم نداشته باشه یا اجازه نداشته باشه، به عنوان حمایت کننده این پروسه، حمایت کننده این حرکت، ما به عنوان حمایت کننده در کنارشون خواهد بودیم. این زمینه ما وعده میتوم که خانواده های شهدا و خصوصا ماهایی که تلاش کردیم که در کنار مردم افغانستان بمونیم، از یک ریشه نسبتا خوبه برخوردار هستیم. ما برگشتیم به اون ریشه اصلی خود. یعنی بعد از شهادت شهید کاظمی گفتیم که چه کار بکنیم. اونا خود یک چهره نامدار بود و یک چهره ماندگار بود و یک چهره با درد بخور بود. چه کار بکنیم که بتونیم امی حرکت ادامه بدیم؟ چطور چه کار بکنیم که امی آدرس نگاه بکنیم؟ برگشتیم به ریشه اصلی خود. ریشه اصلی کدام بود؟ اون هویتی بود که از آدرس مردم افغانستان حرکت خود شروع کرده بود شهید کاظمی. خوشبختانه ما که برگشتیم به اونمو هویت اصلی، او هویت دوباره این حرکت آغاز کرد، اونمو ریشه دوباره از خود ساقره به نمایش گذاشت. خوشبختانه حالی نسبتاً خوبتر شده، جایگاه شهدای ما شما تا آخر خالی خواهد بود، ولی میتونیم ایره به جرأت بگویم که وقتی که ما برگشتیم به اونمو ریشه خود، اونمو ریشه که مردم است، اونمو مردم ما میتونیم هدایت بکنیم که حمایت بکنه از این حرکتی که حکومت افغانستان اگر آغاز بکنه. این کمیسیون اگر اونا ترتیب بده، این کمیسیون حمایتگر قوی از آدرس مردم افغانستان پیدا خواهد کرد، این کمیسیون موفق خواهد بود و این کمیسیون باعث پیدا کردن دوباره و احیا کردن دوباره اونمو اعتماد از دست رفته خواهد. خود کسیم واقعا خواست مشروعی هست و میشه گفت که حتی این خواست شما خواست کل مردم افغانستان است که دست کم رئیس جمهور در پایان عمر حکومتش باز کند پرونده های این قتل های زنجیره بخصوص شهید کاظمی را. اما حالا در این 6 سال که دست کم توجهی صورت نگرفته و حتی پیشتر مشارکت این که حتی دوسیه باز نکرده برای قضایا، واقعا چقدر توقع باید داشت که رئیس جمهور در پایان عمر حکومتش دست به چنین شهامتی میزنه؟ ولی همیشه باید امیدوار بود آدم. همیشه باید امیدوار بوده باشه. ما دمی دوره 4-5 یا 6 ماهی که از عمر حکومت افغانستان باقی مانده بازم امیدوار هستیم، بازم امیدوار هستیم که می دوسیه ها بازگشایی شود و اگر اراده وجود داشته باشه طبعا هیچ کدوم مشکلی نیست، همه چیز روشن است. این قضیات گپی پیچیده هم نیست، گپی پیچیده هم نیست که این والا گره بسیار کور بوده باشه که باز کردن از بسیار سخت است، بسیار مشکل است. این همی حالی ما به صراحت خدمت شما بگم، اگر رئیس جمهور اقدام بکنه این طرح کامیاب خواهد شد و این کمیسیونی را که اونا وظیفه بده، این کمیسیون با کار خود با وظایف خود کامیاب خواهد شد. اسناد و شواهدی را که ما داریم در اختیار این کمیسیون قرار میدیم، اسناد دیگه که از زوایای دیگه که دیگرها دارن، مثلا از بغلان بسیاری از دوستان ما شما زنگ میزنه یا تماس میگیره یا خودشان میگه که ما اسناد داریم، فیلم داریم یا او حادثه با ما معلوم است، ولی از ترس اونا نمیتونن که صدای خود بکشه. این میال یک تعداد مقامات دیگه که در داخل حکومت است، اونا شاید یک تعدادشان خبر داشته باشن که امروز ما قسمی که پیشتر با شما گفتم از آدرس یک از مقامات حکومتی بود که اونمو حادثه معلوم است، یعنی برای ما معلومه. او چرا افشا نمیکنه؟ به خاطر اینکه چوکیش به خطر نفته. حقش هم هست، حق هم داره که افشا نکنه
که چوکیش به خطر نفته سوا روز باز کسی دیگه با در جای از اون آیه امو آدم باز چی کار بکنه؟ او آدم بیکار میمونه. به هر صورت این حمایتگر بسیار زیاد خواهد بود، خواهد داشت. اگر اینمی کمیسیون به صورت رسمی از آدرس رئیس جمهور وظیفه برش داده شود، حمایتگرهای بسیار زیادی پیدا خواهد کرد. امیدوار هستیم که در می دوره روشن شود و اگر روشن نشد بازی طبعا به حکومت بعدی محول خواهد شد. بله آقای دکتر، اگر در دقایق پایانی برنامه حرفای شما در مورد شخصیت شهید کاظمی داشته باشیم، شخصیت شهید کاظمی چی ابعاد و ویژگی‌هایی داشت؟ شهید کاظمی وقتش یک چهره کاریزماتیک بود و یک شخصیت کاریزماتیک بود و یک شخصیتی بود که در ابعاد مختلف دست بالایی داشت و اونا سربلند و با عزت بودن، به خاطر از اینکه اونا همه وزن خود گذاشته بودن در راه خدمت، در راه خدا و همچنان خدمت به مردم افغانستان. از لحاظ اخلاقی اگر بگوی، شهید کاظمی یک اخلاق به خصوص خود داشت. اونا برادرم بود، در یک خانواده بزرگ شده بودیم، در یک خانواده کلان شده اینو با خودم به عنوان یک پدر معنوی اونا را قبول داشتم، با وجودی که قبلگاهم در داخل خانه بود، در داخل خانه بود، ولی عمو پدرم، مادرم خدا رحمتشان بکنه و همین خانواده ما به اونا یک احترام خاصی داشت. نگفته نمانه که یک برادرم مثل شهید کاظمی هم تو چهرهش بود، هم تو قوارش بود، هم تو کارکردش بود، هم تو فعالیت داشت. در سال 58 اونا به شهادت رسید. وقتی که اونا به شهادت رسید، شهید کاظمی تصمیم گرفت که در این مسیر باید اونا هم حرکت بکنه. پس بنابراین در بین خانواده از یک اخلاق بسیار خوب و از یک سجایای بسیار مثبت اونا برخوردار بودند. و از جانب دیگه، چون وقت کم است، زود میخوایم با شما بگم، از لحاظ فرهنگی شهید کاظمی در دوران جهاد خودش یک معلم فرهنگی بود، یک معلمی با تمام معنا، یک معلم فرهنگی بود که خودم افتخار از این داشتم که پیشش دوران جهاد درس بخونم. و از لحاظ نظامی مبتکر بسیار خوب بود که در امودار در دوران جهاد و دوران مقاومت که همسنگر بود با چهره‌های مشخص جهادی مثل استاد ربانی شهید، استاد عامر مسعود شهید و شهدای حاجی عبدالقدیر شهید و شهدای دیگه و از جان مزاری شهید. و از جانب دیگه از لحاظ اقتصادی که وقتی که اونا آمدند در وزارت تجارت یک دست بالای از خود نشان داده و همچنان در کمیسیون اقتصاد بیشتر به شما گفتم، از لحاظ اجتماعی و سیاسی در بین مردم از یک اعتبار بسیار خاص برخوردار بود و پیوند بسیار عجیبی را به وجود آورده بود بین نسل اول و نسل دوم. چهره های جوان ما به یادشان است که شهید کاظمی همیشه خوش طبیعت بود، همیشه با جوانا سر کار بسیار خوب داشت. از جانب دیگه با مجاهدین، با نسل اولی ها، با علما، با شخصیت ها که خود ما هم از جمله نسل اولی ها گفتم بشیم، در یک جایگاه بسیار معتبر و بسیار خوب برخوردار بود و لحاظ سیاسی هم یک دست بسیار بالای داشت شهید کاظمی. از یک طرحهای بسیار معقول برخوردار بود، طرحهای از اونا، ابتکار از اونا فعلا زبان زده خاص و عام است که ما هم تصمیم گرفتیم که طرحهای از اونا را نهادینه بکنیم. پیشنهاد میکنم خدمت شما، خدمت وطندارای عزیز ما که انشاءالله ما اگر طرحهای همین شهدا را نهادینه بکنیم موفق خواهد بودیم. خیلی سپاس. بخیر باش. در پایان هم سپاسگزار هستم از حضور و وقت مهمان گرامی برنامه، آقای دکتر سیدعلی کاظمی عضو مجلس نمایندگان و برادر شهید کاظمی. از شما بیننده های عزیز هم سپاسگزار هستم. تا برنامه بعدی در همین فرصت، خدا نگهدار.